عزیزان کاربر، در این درس میخوام راجع به نوتیفیکیشن اریا براتون توضیح بدم که همینجوری که میبینید در قسمت دست راست تسکبارمون قرار داره. آیکون هایی رو به صورت پیش فرض براتون در نظر گرفته که وقتی بر روشون میرید اطلاعاتی رو بهتون میده، از جمله مثلا صدای بلنگوتون چقدره، از چه نتورکی استفاده میکنید، اگر اینکه لپتاپ دارید باتریتون رو و میزان شارژش رو نشون میده. این آیکون اکشن سنتر هست که وقتی که پرچم سفید هست نشون میده که کامپیوتر شما بدون مشکل داره الان کار میکنه. اگر این علامت قرمزی بر روی این پرچم سفید بیاد نشانه یک اشکال حداقل هست که وقتی بر روش کلیک کنید اشکالات و یا اشکال کامپیوترتون رو بهتون میگه. برای مثال موقعی که آنتی ویروس ندارید بهتون اعلام میکنه، یا موقعی که فایروالتون کار نمیکنه بهتون اعلام میکنه. بغل دست این یه آیکون هست که به صورت یه فلش موقعی که بر روش میزنید تمام آیکون هایی رو که به صورت هاید یا پنهان هستن رو به شما نشون میده که میتونید دسترسی پیدا بکنید به اون آیکون ها. وقتی بر روشون وای میسید هم همونجوری که میدونید اطلاعاتی بهتون میده، اگه بر روش کلیک بکنید میتونید به گزینه های درونی اون آیکون دسترسی پیدا کنید. اگر کاستومایز رو کلیک بکنید میتونید بیاد اینجا انتخاب بکنید که کدوم یکی از این آیکون ها کلن دیده بشن یا نشن. اگر شو آیکون اند نوتیفیکیشن رو انتخاب بکنید، برای این آیکون به خصوص هم آیکونش دیده میشه، هم اطلاعاتی رو که به صورت نوتیفیکیشن بهتون نشون میده رو نشون خواهد داد. اگه گزینه بعدی رو انتخاب بکنم هاید آیکون اند نوتیفیکیشن، یعنی همه رو پنهان میکنه، هم آیکونش رو هم قسمت نوتیفیکیشن رو، جایی رو که به شما اطلاع میده. و اگر آخری رو انتخاب بکنم فقط نوتیفیکیشن رو بهتون نشون میده، در نتیجه خود آیکون حذف میشه، پنهان میشه، ولی اگر اطلاعی میخواد بهتون نشون بده رو نشون خواهد داد. برای این آیکون هست این بیهیویر یا این کاری رو که اینجا تنظیم میکنید. برای آیکون های بعدی هم میتونید بیایید و از توی لیست هر کدومی که دوست دارید رو انتخاب بکنید و تنظیماتش رو انجام بدید. اینا راجع به آیکون هایی بود که در این قسمت پنهان شده بودند. اگر این قسمت رو Turn System Icon On or Off رو انتخاب بکنید، تنظیماتی که راجع به آیکون هایی که به صورت نمایان هستند رو میتونید برید و انجام بدید. مثلا میتونید ساعتتون رو بیاید به صورت آف در بیارید که اصلا دیده نشه، یا اینکه آنش بکنید و بقیه گزینه ها که اگه اجازه بدید من یه بار دیگه میذارم بک که برگردیم به صفحه قبلی. Restore Default Icon Behaviors موقعی هست که شما تنظیماتی رو انجام میدید ولی پشیمون میشید، میخواید به حالت پیش فرض خود ویندوز برشون گردونید. موقعی که کلیک بکنید همه به شکل پیش فرض برمیگردن. اگر Always Show All Icons رو انتخاب بکنید دیگه آیکون هاتون اینجا هاید نخواهند بود و به صورت پنهان نخواهند بود، همشون به صورت شو یا نمایان خواهند بود. اجازه بدید اوکی بکنم و امیدوارم این درسم به درتون خورده باشه.